عملکرد جانبدارانه امپریالیسم خبری و جریان یکسویه اطلاعات در مورد این واقعه زمانی کاملا برملا می شود که آن را با واقعه مشابهی مقایسه کنید. 5 سال پیش از این واقعه، یعنی در روز دوم شهریور ماه 1362، یک هواپیمای متعلق به خطوط KAL کره جنوبی در طی پرواز اشتباهاً وارد مرز هوایی شوروی شد. نظامیان شوروی با اخطارهای مکرر از هواپیما خواستند تا از ادامه مسیر خودداری کنند، اما پس از طی مسافتی بالغ بر 500 کیلومتر و 2 ساعت پیشروی در مرز هوایی شوروی، 3 هواپیمای رهگیری شوروی به هواپیما نزدیک شدند و سعی نمودند توجه خلبان را جلب کنند. سرانجام به تصور آنکه توطئه‌ای تدارک دیده شده است، یک موشک به انتهای بال هواپیما شلیک شد، اما هواپیما به 2 نیم شده و سقوط کرد. در این واقعه که تمام 270 مسافر هواپیمای کره‌ای کشته شدند، بلافاصله امواج تبلیغاتی سهمگینی علیه دولت شوروی که از سوی سیاستمداران امریکایی امپراتوری شیطانی خوانده شد به راه افتاد و تحریم‌های جدی علیه این کشور به مورد اجرا درآمد. دولت شوروی ضمن اعتراف به اشتباه و پرداخت غرامت، کلیه مسئولان نظامی را که در این واقعه دخالت داشتند محاکمه نظامی و به زندان‌های طویل المدت محکوم کرد. اما این 2 واقعه علارغم مشابهت اصلی در یک عامل، یعنی سرنگونی یک هواپیمای مسافربری توسط نیروهای نظامی و صرف نظر از تفاوت‌هایی چون ورود هواپیمای کره‌ای به فضای شوروی و طی مسیر هواپیمای ایرانی در فضای ایران و موارد دیگری که مسئولیت و اتهام نظامیان آمریکایی را در این واقعه سنگین‌تر جلوه می‌دهد، بازتاب‌های متفاوتی در رسانه‌های غربی یافت، به گونه‌ای که در مورد هواپیمای کره‌ای یک جنایت مسلم و در مورد هواپیمای ایرانی یک اشتباه عامل این رخدادها قلمداد شد. این در حالی بود که این رسانه‌ها تلویحاً یا آشکارا گناه حمله به هواپیمای ایرانی را به گردن سیاست‌های خصمانه ایران بر علیه آمریکا می‌انداختند. دیانا پی و سیریانیوس ملکوته، 2 پژوهشگر علوم ارتباطات، چند سال بعد درباره بازتاب این واقعه در رسانه‌های آمریکایی دست به پژوهشی مشهور زدند. بر مبنای این پژوهش، سطح پوشش اخبار این 2 واقعه، یعنی سرنگونی هواپیمای کره‌ای توسط شوروی و هواپیمای ایرانی توسط آمریکا، در روزنامه‌های پورتراژ آمریکایی کاملاً متفاوت بوده است و سرنگونی هواپیمای کره‌ای 2 برابر بیشتر منعکس شده است. همچنین در گزارشات خبری این روزنامه‌ها، در حالی که از جملات احساسی، قضاوتی و تفسیری برای حمله به شوروی‌ها در واقعه اول استفاده شده است، در مورد واقعه سقوط هواپیمای ایرانی از هر گونه جمله پردازی که احساسات خواننده را برانگیزد خودداری شده است. به علاوه در مقایسه عاملان هر 2 واقعه، در حالی که شوروی‌ها کاملا منفی نشان داده شده‌اند، مقامات آمریکایی کمتر با صفات منفی روبرو شده‌اند. این در حالی است که صفات منفی بیش از همه به ایرانی‌ها نسبت داده شده است. این پژوهشگران نتیجه می‌گیرند که ملیت پدیدآورندگان واقعه و در واقع خودی یا غیر خودی بودن آنها عامل اصلی گرایش و جهت‌گیری تبلیغاتی ابررسانه‌هاست. نقش این رسانه‌ها در شکل‌دهی افکار عمومی در آمریکا در برابر این واقعه چنان اهمیتی دارد که 4 روز پس از سرنگونی هواپیمای ایرانی، شبکه تلویزیونی ABC گزارش داد نتیجه یک نظرسنجی نشان می‌دهد آمریکاییان با تمام وجود معتقدند که کار وینسنس در شلیک به هواپیمای جت ایرانی کاملا توجیه شدنی است و آنها سیاست‌های ریگان در خلیج فارس را کاملا تایید می‌کنند. سیاست دگرسازی ابررسانه‌های کشورهای شمال نه تنها درباره مردم کشورهای جنوب، بلکه در مورد اتباع کشورهای شمالی که در مزان اتهام ارتباط با نیروهای مخالف دولت‌های غربی یا امریکا هم هستند به کار می رود. نوام چامسکی و ادوارد هرمن با ذکر موارد متعدد از سیاست‌های جانبدارانه امپریالیسم خبری درباره وقایع مختلف به موردی پرداختند که در فیلم سالوادور ساخته ی اولیور استون نیز به آن پرداخته شده است. در 2 دسامبر 1980، 4 راهبه آمریکایی که در السالوادور به فعالیت‌های مذهبی مشغول بودند، توسط افراد گارد ملی السالوادور و طرفدار آمریکا با نقشه قبلی ربوده و پس از تجاوز به طرز هولناکی شکنجه و زنده به گور شدند. رسانه‌های آمریکایی در حالی که اخبار مربوط به قتل یک کشیش لهستانی را
با جملات احساس برانگیز در صدر اخبار خود قرار دادند، از کنار این واقعه و حتی ترور رهبر مذهبی ال سالوادور که منتقد دولت طرفدار آمریکا نیز بود، به سرعت گذشتند. نظریه پردازان علوم ارتباطات با بررسی این موارد و آشکار ساختن نقش ابررسانه‌های غربی در مخاطب سازی و تأثیرگذاری بر دروازه سازان خبری کشورهای جنوبی، راه چاره را در برهم زدن نظام جریان یکسویه اطلاعاتی می دانند. بر این مبنا کشورهای جنوب باید با رسانه‌های فراگیر و مستقل شبکه‌ای برای تبادل اخبار مستقل از نظام اطلاعاتی کنونی فراچنگ آورند. جنایت تحریزی شده سرنگون ساختن هواپیمای ایرانی و نحوه پوشش خبری آن در جهان نشان داد که کشورهای مستقل باید نظم نوین تک ساحتی ابررسانه‌های غربی را از میان بردارند و واقعیت‌ها و حقایق را بدون عبور از فیلترهای خبری این رسانه‌ها که منافع مشترکی با استثمارگران دارند برابر مردم جهان قرار دهند. اما اکنون انقلاب ارتباطات میتواند زمینه ساز این چالش تازه با امپریالیسم خبری و منعکس کننده فریاد قربانیان چنین جنایاتی علیه بشریت باشد.